بازم خوش آمدین دوست عزیز، ادامه برنامه هست و همچنان در این بخش برنامه موضوعی که البته روش صحبت میکنم و مهمان خوبی که با خود دارم آقای اسلام الدین فرزان، رئیس نهاد مدنی و اجتماعی حرمت هستند. موضوعی که روش صحبت میکنیم همین نهاد اجتماعی و مدنی حرمت هست که ببینیم به خاطر کدام هدفی البته این نهاد را راه اندازی کردن و چه کارکردهایی در این نهادشان دارند و تا حالا تونستن که چقدر پیشرفت داشتن باشند در این حالشان. سلام آقای فرزان، خوش آمدین به برنامه ما. تشکر، سلامت باشین. تشکر از برنامه‌تون که ما را دعوت کردین. خواهش میکنم، در خوش قدم آمدین. نخست ما هم سلام های خدا تقدیم میکنیم برای تمام کارکنان موفق تلویزیون آینه و به تمام بیننده های کمین اکنون ما را از طریق تلویزیون تماشا میکنن. خیلی خوب آقای فرزان، بیاین در نخست در مورد همین نهادتان بر ما معلومات بتین که نهاد حرمت به خاطر کدام هدفی را راه اندازی کردن و همچنان معلومات در مورد کارکردهایتان در این نهاد بر ما بتین که چه کارا را در این نهاد شما انجام میدین. نهاد مدنی و اجتماعی حرمت یک نهاد غیر سیاسی است، غیر وابسته است، غیر انتفاعی است که از طریق خود جوانان تأسیس شده ده. و یک نهاد جوان میور است که اکثریت اعضای ما را جوان ها تشکیل می دهد و از هدف و از فعالیت نهاد مدنی و اجتماعی حرمت انسجام ساختن جوان هاست، گرد هم آوردن جوان هاست برای چالش هایی که امروز در افغانستان وجود داره. مثلا ما در کشور زندگی می کنیم که بی‌عدالتی است، بیکاری است، فقر است، بیچارگی است و جوان های ما همیشه یعنی تعوین و تعقیب شدن. وقتی که از دانشگاه ها فارغ میشن بیکار میمانن و تحصیلاتشان نیمه باقی میمانه و کشورهای بیرون از کشور میروند، سفر میکنن و اکثریتشان در بارها غرق میشوند، کشته میشوند در مرزها. مشکلات جوانای ما خیلی زیاد هست. بله بله، با همه خاطر ما ها تحسیس کردیم جوانا را فکر بودیم، انگیزه بودیم و جوانایی که تحصیلاتشان بالا هستن، فکرشان خوبتر هستن، ما از فکر از وای استفاده بکنیم و کسایی که گفتیم که از تحصیل باز ماندن برای از وای یک راهکار پیدا بکنیم برای نسل جوان، برای جوان، برای آینده جوان ها انسجام بسازیم، هماهنگ بسازیم جوان ها را. بسیار خوب، این نهاد مدنی و اجتماعی حرمت که تازه تأسیس هم هست بیشتر روی کدام بخش فعالیت دارین شما؟ نهاد مدنی و اجتماعی حرمت از نامش پیداست که مدنی و اجتماعی است. ما در راستای فعالیت های مدنی کردیم، فعالیت های اجتماعی کردیم. ما مثلا ما در قدم نخست با وکیل های پارلمان که تازه به خانه ملت راه یافتن با اونا دیدار کردیم، دیدار داشتیم در راستای بهبود بخشیدن یعنی جوان ها، برای بیکاری جوان ها، برای جوان هایی که گفتیم از تحصیل باز موندن بیکار هستند. همراه وکیل صاحبات دیدار کردیم، دیدار داشتیم، برای سر مشکلات جوان ما صحبت کردیم و دیگر با پرسنل شاروالی که یکی از پسمانترین خشک جامعه ما هستند، بیچاره هستند، با اندکترین ماش اونا میروند در سرک هایی که پر از خاک و دود است، اونجا فعالیت دارند، اونجا کار میکنند، خاک میخورند، دود میخورند. همراه از اون نشست داشتیم، همراه از اونا در برنامه افطاری ما یک برنامه افطاری داشتیم. ما اعضای نهاد مدنی و اجتماعی حرمت یک برنامه افطاری داشتن با نارنج پروشان، با اونا شیشتیم و در ولایت رفتیم. ما همراه مریضا در روزا عید ما همراه مریضا شیشتیم، همراه مریضا دیدیم و چیز ناچیزی که از دست ما آمد همراهشان کمک شدیم، مشکلات اونا را دیدیم، مشکلات اونا را شنیدیم، مشکلات اونا را درک کردیم و دستاوردهای ما در ولایت ها در بلخ هست، مثلا در بدخشان سر پل هست، اونجا اعضای ما کار میکنن، فعالیت میکنن. خب آقای فرزان، بیاین اینه برما بگوین که چه انگیزه و ذهنتان گشت یا چه چیز باعث شد که اسم این نهادتان شما حرمت بگذارن؟ میشه معنای کلمه حرمت رو برما بگوین؟ خب حرمت از نامش پیداست که حرمت به معنای احترام گذاشتن، حرمت به معنای مهربانی، حرمت به معنای شفقت، حرمت یعنی به یکدیگر احترام قائل شدن، عزت دادن، ارزش دادن به یکدیگر است. که نهاد حرمت خودش در چندین زبان، مثلا در زبان فارسی، در زبان ازبکی، ترکی یک معنا را میتونه، یعنی به معنای احترام کردن با یکدیگر، عزت دادن با یکدیگر، هم دیگر پذیری.
آها، خب آقای فرزان، این نهاد شما تا حالا در کدام ولایت دیگه هم نمایندگیش ایجاد کردین شما یا خیر، و از دستاوردهتان در مورد این نهادتان از ولایت دیگه میشه بر ما قصه کنین؟ نهاد مدنی و اجتماعی حرمت دفتر مرکزی ما در کابل است و در 10 ولایت افغانستان ما نمایندگی داریم. بسیار خوب. در بدخشان است، تخار است، قندوز، بغلان، سرپل، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان و بادغیس، در 10 ولایت ما دفتر داریم و اونجا اعضای ما کار فعالیت دارند، فعالیت میکنند. آها، بسیار خوب. در مورد دستاوردهای این نهادتان بگوین که تا حالا تانستین و می هدف که این نهاد را ایجاد کردین، حالا آیا به هدفتان دست یافتین یا خیر چه دستاورد داشتین تا حالا؟ خود دستاوردهای ما را قبلا گفتیم که ما اولین بار به خاطر حل مشکلات جوانان، به خاطر تا حالا توانستین به چه قدر از تعداد از جوانان شما کمک کنین و می هدفی که داشتین میشه اگر البته اندازیش براتون معلوم باشه یا تعدادش بر ما بگین که توانستین چه قدر جوانان عزیز ما رو تحت پوشش این نهادتان قرار بدین و چه قدر توانستین که با اونا همکاری داشته باشین؟ ما تقریبا در دفتر مرکزی ما تقریبا 500 نفر از جوانان فعلا فعالیت دارن، فعالیت میکنن و همچنان در ولایت بدخشان، بلخ و قندوز، بغلان و در این ولایت هم فعلا جوانای ما فعالیت میکنن، فعالیت دارن. ما گرده همایی ها داشتیم قبلا، روزی گذشته ما یک برنامه داشتیم به خاطر تقویت پروسه انتخابات، یعنی کارت رایدهی ما یک برنامه داشتیم و ما به عنوان یک نهاد مدنی و اجتماعی خواستیم که برای مردم خود، برای اعضای خود یک آگاهی بودیم که در آینده ها انتخابات، در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مردم اشتراک گسترده داشته باشند، چون انتخابات یعنی یک نقش بسیار موثر داره در آینده یک کشور و ما برای اعضای خود، برای تمام فعالین خود یک برنامه داشتیم، برای از اونا آگاهی دادیم و برای تمام اعضای خود چی در ولایت بودن چی در مرکز بودن آگاهی دادیم که تا اونا بروند همراه مردم کارت رایدهی اخذ بکنن و در انتخابات یا آینده کشور، در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سهم بیشتر داشته باشند، چون رای آینده یک کشور تغییر می‌کند. یک رای آینده یک کشور تغییر می‌کند. به خاطر برنامه ها و دستاوردهای ما یک شم همین برنامه که روز قبل. بسیار خوب. خب آقای فرزان، برای جلوگیری از فرار نیروی جوان از کشور، این نهادی که شما ایجاد کردین چقدر میتونه که موثر باشه؟ خب ما به عنوان یک نهاد مدنی و اجتماعی تلاش داریم سر نسل جوان، سر قشر جوان، تا اینکه جوان ها را بسیج بسازیم، گرده هم بیاریم. از طریق این نهاد با اونا فکر بودیم، برای اونا انگیزه بودیم تا که از کشور خود نروند، به کشورهای بیرونی فریب دیگرها را نخورند، در کشور خود کار بکنند، زحمت بکشند و اگر وظیفه نباشد یک شغل دیگه برای از اوها ایجاد شود، یک کار دیگه برای از اوها ایجاد شود، تا اینکه از طریق همه شغل بتوانند مصدر خدمت برای خود، برای فامیل خود و برای وطن خود شوند. ما راهکارهای ما همیست که جوانان را انسجام بسازیم، همه هنگ بکنیم، بیان زیر یک چتر با هم بشینیم، نظریات خود شریک بسازیم و تا بتوانیم که برای فرار جوانان، برای فرار نسل جوان از کشور یک راهکار خوبتر و بهتر داشته باشیم. بسیار خوب. پلان و برنامه بعدی شما برای ارتقای ظرفیت جوانان چه هست؟ چه پلان در آینده روی دست دارن که میخواین در این نهادتان توسط این نهادتان و پلان عملی بسازین در جامعه؟ نهاد مدنی و اجتماعی حرمت پلانایشی است که زمانی که ما کار میکنیم، فعالیت میکنیم، یعنی هدف ما، پلان ما است که ما در آینده ها انشالله ما بتانیم که برای مردم خود، برای نسل جوان مکتب ها بسازیم، کلینیک ها بسازیم و برای جوان های خود یک چیز ناچیز، یک کار چیز ناچیز برای جوان ها پیدا بکنیم و در مکتب ها برای جوان ها انگیزه بودیم بروند درس بخوانند، زحمت بکشند و تحصیلات خودش را ادامه بودند، تحصیلاتشان را به پایان برسانند تا اینکه مصدر خدمت شوند. ما نه تنها برای نسل جوان، به خاطر آینده افغانستان، به خاطر شکوفا شدن افغانستان، به خاطر آباد شدن افغانستان، از لحاظ رشد اقتصادی، از لحاظ امنیت، ما به عنوان یک نهاد مدنی و اجتماعی زحمت خود میکشیم، تلاش خود میکنیم انشاءالله و پلان های ما نه تنها برای نسل جوان است، به تمام اقشار جامعه ما تلاش میکنیم. تلاش ما این است که فقر اندکترین کار برای فقر بکنیم، برای بیکاری جوان ها بکنیم، برای مبارزه علیه
کشت کنگنار است، مبارزه علیه فساد اداری است، مبارزه با محیط زیست، آلودگی محیط زیست است و یعنی برنامه های است که ما در پیش داریم انشاءالله عملی میشه. بله انشاءالله که موفق شوین، خیلی پلان های خوب و اهداف نیک دارین در قبال ای نهادتان و میدونم که موفق شوین به اون پلان ها و اهداف گیر راه اندازی کردین این نهادتان انشاءالله موفق شوین. خوب یک سوال که داخل میخوایم از شما داشته باشم، آیا از لحاظ مالی کسی شما را حمایت میکنه این نهادتان یا خیر و کدام اسپانسر دارین تا حالا؟ نخیر، نهاد مدنی و اجتماعی حرمت یک نهاد قبلا هم گفتم غیر سیاسی است، غیر وابسته است و هیچ شخصیت سیاسی این نهاد تمویل نمیکنه، تمویل مالی. بسیار خوب. نهاد خود جوانان ساختن، ما شیشتیم با هم دیگر، همراه جوانان بارها شیشتیم و این به فکر ما آمد که تا یک نهاد بسازیم از خشت جوان، از داخل خود جوانان و تا بتوانیم که مستر خدمت برای وطن، برای نسل جوان باشیم. و این نهاد از طریق عقل شمولیت، عقل عضویت خود نهاد و ایانه هایی که از طرف دیگه مردم یا از کسا از تجارا هستن اونا کمک میکنن امروی ما و از طریق فروش جراید هست، اخبار از نشریه هاست تمویل میشه. و این نهاد هیچ کسی، هیچ فرد سیاسی و هیچ چیز سیاسی و هیچ نهاد دیگه تمویل نمیکنه. خیلی عالی، خیلی خوب و سپاس از شما آقای فرزان از اینکه اومدین در برنامه ما حضور پیدا کردین و در مورد این نهادتون که تازه تاسیس کردین معلومات دادین بر ما. بازم تشکر از حضورتون. تشکر از شما، تشکر از تلویزیون جهانی آینه. زنده باشین. تشکر از برنامه‌هایتون. زنده باشین. تشکر از شما همچنان. بخیر باشین.